روش‌های مبارزاتی هر زندانی رو شرایطش تعیین می‌کنه و به جز مسئله شرایطش، کاراکتر مبارزاتی او و رویکرد او به مبارزه است. در واقع سه پایه داره تصمیم یک زندانی. تکرار می‌کنم، یکی شرایطشه، یکی روی کرده او به نوع مبارزشه و دیگری کاراکترشه. این هر سه در وجود کسی مثل نسرین به این منجر میشه که او تصمیم میگیره اعتصاب خوش کنه و این محترمه. من در ابتدا میخوام بگم که تصمیم زندانی محترمه. این تصمیم از کمترینش این میتونه باشه که من نمیخوام وثیقه قبول کنم، میمونم، که در مورد شخص خود من این بود. با وجود این که وکیل عزیز من نسرین تلاش میکرد که من رو یعنی به من میگفتش که نه، الان شرایط بدیه و وثیقه باید باشه، همسرم هم به من این رو میگفت. من وقتی آمدم بیرون از همسرم گله کردم، گفتم درست لحظه ای که من داشتم با بازجون به این چالش رسیده بودم که من وثیقه نمیدم و میمونم اینجا برای اینکه این وثیقه سنگینه برای من، شما بیرون اعلام کردید که یعنی همسرم گفته بود که نه باید وثیقه بدیم که مثلا بیاد. او به خاطر من این کارو کرده بود و ما با هم ارتباط نداشتیم و نمیتونستیم تلفن بزنیم کار بکنیم. اما من وقتی اومدم با تمام سختی که حالا با توجه به سختی هایی که بقیه کشیدن که چیزی نبود، اما من ترجیح میدادم که شرایطی که داشتم میتونستم پای این قضیه بایستم. این کمترینشه. بیشترینش، بالاترینش تصمیمیه که نسرین گرفته. نسرین در واقع این تصمیم رو گرفته برای اینکه طبق این سه عاملی که موجب میشه یک زندانی تصمیم گیری بکنه، تصمیمش رو گرفته. حالا چرا با تنش؟ چرا با تنش؟ او همه کار کرد، یعنی از نظر قانونی به عنوان یک وکیل کار خودش رو کرد، از نظر یک به عنوان یک ژورنالیست نوشت، به عنوان یک مادر تلاش کرد، به عنوان یک عضو جنبش زنان، عضو جنبش این برای کودکان اعدام‌های زیر 18 سال تلاش کرد، برای همه چی، برای حقوق اقوام، حقوق اقلیت‌ها، زندانی‌های عقیدتی، با زبانش، با دانشش، با حضورش، با قلمش همه کار کرده. نسرین آخرین سلاحش رو به داو گذاشت، تنش. این محترم، هرچند که آرزو میکنم که حالش خوب بشه و به سلامت برگرده، چون مثل او کم داره جنبش، اما تصمیمش رو براش احترام دارم.